مقام های وزارت صحت عامه کشور اعلام کردند که 30% دختران در زمان قاعدگی به مکتب نمی روند. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه می گوید تابو شدن مسئله قاعدگی یا عادت ماهانه یکی از دلایل بروز مشکلات روانی و ازدواج زود هنگام دختران است. وزیر صحت عامه که در مراسم در پیوند به همین موضوع در کابل صحبت می کرد گفت که کمبود و نبود اطلاعات در این مورد باعث شده که عادات ماهوار زنان به یک تابو در جامعه بدل شود. این سروی بیان می کند که در حدود 50% دختران در مورد دوره قاعدگی قبل از وقوع این پدیده نزدشان آگاهی اصلا وجود نداشت. و در 30% آنان در روزهای دوره قاعدگی به مکتب حاضر نمی شوند. 12% دختران دسترسی به زمین های سی از قبیل استفاده از پارچه های بهداشتی، آب پاک و صابون و محل تبدیل کردن پارچه ها در مکاتب را نداشتند. 7% دختران نیز در زمان دوره قاعدگی حمام نمی کنند، در حالی که پاکیزگی باعث شادابی روح و روان دختران و خانمان میباشند. از سوی هم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف نیز با ابراز نگرانی از این موضوع گفت که این وزارت برای شکستن این تابوی اجتماعی و پیشگیری و جبران آسیب‌های صحی و اجتماعی این پدیده برنامه‌های آگاهی‌دهی را روی دست می‌گیرد. باز بر اساس دستور اسلامی و فرهنگی باور ما ایست که تکامل یک دختر و رسیدن به سن رشد به معنای فعالیت بیشتر و فعالانه اجتماعی از او در اجتماع هست. از سوی هم رولاغنی بانوی اول کشور با تاکید بر حفظ صحه دختران جوان از مسئولان وزارت معارف خواست که در زمینه فراهم کردن تسهیلات لازم برای دختران بیشتر تلاش کنند. تاکید بیشتر من روی نقش والدین، معلمین و مادر کلانهای خانواده ها است. تا به دختران جوان در مورد بلوغ صحبت نموده و معلومات صحیح بتن و برایشان تفهیم نماید که در دوران بلوغ یک سلسله تغییرات فیزیولوژیک در بدنشان رخ می دهد و این تغییرات کاملا طبیعی بوده. گفتنی است که قاعدگی به تابوی اجتماعی در میان زنان و دختران پنداشته می شود، زنان و دختران در روستاها بروز این حالت طبیعی را نو شرم تلقی کرده و از بازگو کردن آن حتی با نزدیکترین دوستان و بستگانشان ابعا ورزیده و بعضا از فعالیت‌های روزمره دست می کشند. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.